تا اینجای قصه سه تا بازی خیلی خفن با هم دیگه نگاه کردیم اگر نکردی برگرد عقب نگاه بکن اما بریم برسیم به فینال مسترز 2016 بازی بین سالیوان و هافکینگز عجب بازی میتونه باشه بریم بی بازی خفن و جذاب رو نگاه بکنیم بریم ببینیم چه خبره خب همونطوری که داریم رو تصویر نگاه میکنیم بازی دیگه 11 فریم نیست 19 فریمه گفتم که توی قسمت قبلم گفتم فینال باید با بقیه بازی ها که همه 11 فریم بود فرق بکنه هاف رو که به شاهین استونکر معروف هستش بازیگانه با تجربه خوب بچه نظر شخصی منه حالا میتونه درست باشه میتونه غلط خیلی بازی کنه خوبی یا سر سوزنی نمیتونی ازش ایراد بگیری اوکی اسم نم چطوری بت بگم نمیدونم تو کل دنیا این شکلیه که طرفدار من فکر نمیکنم زیاد داشته باشه حسم اینو میگا بازیش دیدی دیدی دی ندیدی دی هم ندیدیه ولی ببین خیلی بازی کنه خفنیه که الان اومده مسترز دو 2016 دیدی که چه کسای ویلیام سلبی آلن این کیا حذف شدن اینا رو در نظر بگیر بریم ببینیم اما با سالیوان چی کار میکنه چه اتفاقاتی رقم میخوره چقدر بازی های قبلی قشنگ و جذاب بود و امیدوارم که لذت برده باشید و هر بازی هر بازیکنی که طرفتارش هستیم فنش هستید برام اسمشو بنویسید بازی رو پیدا بکنیم

وی مسابقه کلا این دوره از مسابقه خیلی خودشو سالیوان عالی نشون داده بود یه چیزی به شما بگم خب میگه خب معلومه الان خودش عالی نشون داده و این داستان الان فیناله نه 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 ما یه موقع هست یه بازیکن با زور و با شانس و با اقبال و این داستان ها میاد فینال ولی یه موقع هست میبینی یه بازیکن قشنگ با اقتدار میاد فینال حالا ما بازی هافکینگز رو نیدم توی این مسابقات ولی سالیوانو رو دیدیم که قلقم کرده یعنی قشنگ همه رو اذیت کرد اومد فینال ولی اصل قصه اینجاست دومی هم چیز خوبیه ها مقام خوبیه ها ولی همه نگاهشون به نفر اوله اون نفر اولیه کی بوده چی کار کرده همه صحبت ها در رابطه با اونه من بازم از حمایتاتون تشکر میکنم دمتون گرم واقعا این چی ندارم بگم از این همه حمایت از این همه کامنت انشالله که میکسه. بتونم نیستی. هر روز بهتر نیستی. از دیروز روز این تبلیغ سایرانه نیستی. ولی امیدوارم آشاندن. هر روز بهتر از روز قبل برای شما نقد و بررسی انجام بذاریم از ویدیو هم لذت ببریم میبره بچه رو پشت بیدوی. نه 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 سالیوان داشت بد جای گیر میکرد اینجا نها کنیم بچه ضربه سیف درست درمون نزنیم. بالا بلا سرت میاد توپ و دو دستی تقدیم حریفت میکنی بچه این هم یادتون باشه سیستم صدای من به این صورتی که موقعی که من حرف میزنم صدای من قالب روی تصویر موقعی که سکوت میکنم صدای تصویر روی صدای بنده غالب میشه این بعضی اوقات سکوت میکنم میخوام که از صدای توپا و پات کردن ها هم لذت ببریم 46 تا سالیوان تو فریم اول جلوه و اینکه هنوز فریم تموم نشده و هافکینگز داره به نوعی کامبک میزنه توپا توپای آسونی نیست بغیر از همین توپ قرمزی که زد و بریم ببینیم, ببینیم که در ادامه ماجرا چه اتفاقی رخ میده خب اینجا با یه کنون صاف میاد پشت مشکی فکر کنم با یه افزیر کارش در بیاد م... ببین خوب که نیومد ولی خوب زد اوه او یه قرمز ناسی اونجا داریم صورتی هم گیره چیکار میخواد بکنه به به با یه بکسپین خوشگل ولی چیش کم بود؟ پاورش کم بود اگر پاورش درست میزد اتفاقات خوبی رقم میخور اینجا میاد سالیوانو ماسک بکنه که این اتفاق رقم نمیخوره اسکور حساب سفره و بازیکنه از اول باید با هم دیگه بجنگن سر فریم اول نوزده فریم هم قایدتا میدونید دیگه هرک از 10 فریم ببره برنده بازی میشه ها ماسک و اینم بگم بچه من تا تو حالا توی گزارش ها کلمه ماسک من ندیدم استفاده بکنم که 99 درصد از کلمه اسنو... بچه اسنو کرد اسنو کردو نیستا نیست من اگر همچین تلفظی هم داشتم غلط بوده اسنو کرد همچین همچین نه هم دقیقا همینه هستش و چون اسنو کردو هم به قامه ای بکنم واقعا اذیت میشم اما ماسک برای من راحتتر برای من که در الان نقد و بررسی میکنم ولی بدونید که درستش اونه به و یه لانگشات خوشگل و کلافه از سالیوان و کنونو ببین کنونو ببین ساعت ها باید بشینیم در رابطه با این زاویه صحبت کنیم چی کار داره میکنه اینجا بچه مردم میفرسته پشت توپ قهوه ای و بچه مردم خیلی خوب از این حالت خارج میشه نه اینجا دیگه اومد هری پاترش بکنه نشد یه هر توپی هم که قرار نیست بیفته دیگه اما اینجا هافکینگز با یه ضربه خوب اه توپ زرد رو میزنه قاعدتا میخواد ماسک بکنه دیگه ولی اه... بکنم داره ولی هیچ وقت همچین ریسکی نمیکنه از بغل بخواد بزنه یک کوچولو بعد محکمتر میزد قطعا نداره اینجا رو ببین اینجا رو ببین نه موقعیت خوب موقعیت خوب برای گرفتن فریم یه کوچولو جون نداشت ولی با پات خوب میندازتش چند شده سکور؟ شد اسکور تا شد خب آبی هم به خود زیبایی تمام میزنه آفرین آفرین آفرین, آفرین. تا و اینجا فریم رو از سالیوان میگیره خوب بود خیلی خوب بازی کرد بریم به سراغ فریم دوم ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره فریم اولش که خیلی درگیری داشت بچه یه چیزی هم به شما بگم حالا پادکستینگ جای که اسنوکر شو هستش توی کانال بیلیار شو پادکست هایی که دارم ضبط میکنم جدا از خاطر بازی و جدا از اینکه چه اتفاقاتی قبلا توی بیلیارد و اسنوکر افتاده و این حرفا من دوست خیلی گوشتون رو تیز بکنید اگر به چش ای به این ورزش نگاه میکنید یعنی رویای ای شدن دارید خیلی به این پادکست ها خوب توجه بکنید چون من اینا صد درصد بدونید سوالایی میپرسم که شاید شما باید یه ده بیس سال بگذره به جواب این سوال برسید و کسی نیاد به شما بگه و من این از بازیکنها و مربی های حرفه ایران میپرسم جواباشون خیلی مهمه که گوش ذهنتون باشه هافکینگز یه لانگ شات میزنه و تو دهنه پاکت وای میسه ببینیم آیا هنرنمایی سالیوان شروع میشه یا که نه یه سحنایی که ما تو این بازی ها نمی بینیم آنالیز کردن میز توسط بازیکن هاست که میرن تو رو نگاه میکنن از این ور از اون ور ببینن که چی داره چی نداره و این آقا اولین کاری که میکنه مشکی رو بیاره سر جش. چون واقعا واجب بود اومدن مشکی سر اینور صورتی که بسته است یه دونه آبی بازه ولی چی میگردی اون تو آخه چقدر دقیق چقدر تمیز اومد پشت این قرمز من من بعید میدونم برای آبی اومده باشه من احساس بکنم میخواست کنان بکنه با این توپه که اینجا نگر شده ولی اینو شک دارم این توپه به, این توپه به اینجا داشته باشه برای همین مطمئن نیستم روی این ضربه دوباره اوه اوه اوه, اوه. نه 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 داشت یک پوزیشن عجیبی میگرفت کیوبال حالا oh, he سینم بچه ها بگم توی این ویدیو آخرین باری که با حسین وفایی صحبت کردم قرار شده که بیاد فقط الان بحث زمانشه که ببینیم که کی اوکی -OK هستش برای این پادکست و اینکه همین گفتم این خبرم به شما بدم و اینکه پادکست قشنگی میشه قطعا با سهیل با سهیل با حسین و اینکه هر کسی هم فکر میکنه که دوست دارید چه تهران هست چه تهران نیست چه ایران هست چه ایران نیست اسمشو برای من بنویسید باهاش مصاحبه بکنیم البته اسم افرادی معتبر رو بنویسیم یعنی مثلا مربی تیم ملی بازیکنهای ملی پوش این شکلی ها تو باشگاهتون یکی خوب بازی میکنه اسمشو ننویسید البته به اونجا شب میرسه من بازیکنه با استعدادی که گمنام هم هستن یه جورایی هم اوکی میکنیم باشو صحبت بکنیم چرا که نه خب اینجا سالیوان نهده هفته فریم دوم رو یه طرفه تموم میکنه قصه رو من خودم خیلی علاقه دارم که این بازیکن های کم سن و سال بافت شخصیتیشون کارکتر شخصیتی قهرمانی رو پیدا بکنن <متحدث> که بتونم موفق بشن توی این ورزش به یه لانگ خوب یه لانگ خوب با چه کنترل کیوبالی آریکالا آریکالا بچه با تمام بچه های تیم ملی من صحبت کردم که توی بیلیارد بیان هم پادکست زب بکنیم هم ویدیو آموزشی داشته باشیم منتظر این ویدیوها باشیم باشیم فقط لایک و کامنت و سابسکرایب های شماست که انگیزه میده که من این کار رو انجام بدم Of these just, 43 to just... پ... پاکا 51 شد نه یا 50 بله 50 بچه من تحقیق نکردم کسی میدونه چوبی که الان دست سالیوان برندش چیه اگر میدونید برام بنویسید بعدا توی برنامه میخونم براتون احتمال نو... آلا من 99, درصد درصد چی گفتم؟ درصد گفتم 99 درصد که جان پاریسه ولی حالا چه مدلیش چه سالیش اینا همه اگه کسی اطلاعات دقیق داره برام بنویسه هشت تا, دو... تا 95 تا و و ل سنتری سنتری ببین یه فریم زد گرم شد از اون فریم جلو بود باختش دو تا فریم بعد تقریبا با دو تا سنتری داره کار رو تموم میکنه اونم نواد خورده ای زد 111 114 تون گفتم خیلی آماده است خیلی آماده است میشناسیمش 22 سال داریم با زندگی میکنیم شما میگم آماده است بدونید خیلی آماده است چقدر 129 136 بابا براو براو چقدر ریلکس چقدر آماده بریم به سراغ فریم چهارم همیشه سعی کنیم بریکتون هیچ وقت گیر نکنه به توپ آبی تمرین بکنه من کم پیش میاد بازیکن ها روی بریک،, بریک آفشون این ضربه اول میگن بریک آف روی بریک آف خیلی تمرین کرده باشن خیلی به کارتون میاد او 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 او, او. فکر کنم داره تو نه این توپو من نیدم اون توپ بغلیشو فکر کردم میخواد بزنه نه نه این دیواره زد تو دیوار ببین آکن من همیشه گفتم یه ایرادی که تو اکثر ناموزایی که میان کار میکنن و شاید بازیکنهای با تجربه بزرگترین ایرادشون یادتون یه دونه ویدیو گذاشتم خودم نقد و بررسی کردم ویدیوش تو الان بیلیارد هم هستش من تمرین ندارم این مشکل رو دارم که زود بلند بشی از روی پاکت موقعی که تمرین داشته باشم چون تمرین ذهنی هم دارم این اتفاق دیگه نمیفته حتی من راه رفتنم موقعی که تمرین میکنم یعنی میکردم در واقع فرق میکنه طرز اصلا نگاه هم فرق میکنه چرا اینا رو باید تو تمرین رو بدنت ست بکنی اینطوری نیستش که دکمه تو ذهنت باشه بزنی و انجام بشه موقع که زر... این ایراده رو میخوام به شما بگم وقتی ضربه میزنی از روی پاکت از روی ضرب میگن روی پاکت روی ضربه زود بلند میشی خیلی دیدم این رو دارم نه سالیوان دیگه به زور میخواد بریکش رو افزایش بده اینجا یه لانگ شات خوب یه لانگ شات عالی از هاف کینگز میبینیم که شاید همین یه لانگ شات بازی رو برگردونه چه چشم قالبی هم داره هافکینگز سمت راست هم هست آموزش چشم غالب هم براتون گذاشم توی بیلیارد شو برید ببینید به جرات بهتونو میگم شاید ده سال بازی کنو متوجه نشین که همه چیتون درسته چرا توپه نمیافته تازه تو متوجه میشین ای بابا ما دوتا چشم داریم یکیش چشم چشم غالبمونه موقعی که داریم چپ و راست پات میکنیم ما خطای دید داریم چه ضربه ای زد چه ضربه ای زد چه کنترل کیوبالی چند چهل و یک و سه سه و دوازده الان شد یازده Well خب کمتر شد about... شد چهار نه دیگه نه دیگه نه دیگه وای 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 ببین اینی که به زور البته اینو به شما بگم و کار درستی کرد نتونست پات بکنه انقدر خوب زدی بچه میبینی بازیکن وقتی در راستای دیده یه بازیکن دیگه از فریز میشه هیچ تکونی نه بخوره این از فهم و درک و شعورشه بله بله دیگه وقتی اون میز دو دستی تقدیم سالیوان میکنی دیگه منتظر چی بهش میگم این نه بمونی که آگا نزنن دیگه اون میز و سال مسیرش اینه میدونه باید چی کار بکنه خیلی زود با رفتیم به فریم پنجم سه یک سالیوان جلو هستش از شاهین با که با اینکه ما الان کانالمون این موقعی که الان ویدیو رو ضبط میکنم خدا رو سر از مرتبه شکر با حمایت های شما شدیم دوازده هزار نفر ولی ما همچنان داریم کارایی پیگیری بیلیارد شوی که ده هزار نفر بود و پرید با حالوش 400 تا ویدیو هستم همچنان ایشالله که برگرده دیگه داریم تمام تلاشمون رو میکنیم این اتفاق رقم بخوره اون کانال برگرده و ببینیم چی میشه اوکی okay, هافکینز 27 امتیاز میزنه و باز یک میز خیلی خوشگل و مینیمال رو تقدیم سالیوان میکنه سالیوان دوباره همون قصه است دنبال اینکه مشکی رو بیاره سر جنا الان این همه هم, هم زد وای من عاشق این تو پای آبی سالیوانم چقدر خوب میزنی چقدر تمیز میزنی ناکن سری رفت مشکی رو بیاره سر جاش این چقدر طرز فکر بازیکن ها فرق میکنه واقعا همیشه گفتم گفتم فرق بازیکن آماتور و حرفه ای توی ذهنشونه اگر ما خیلی بازیکن داریم توی آسیا الان دارن مثلا عالی بازی میکنن ولی آفای. فکره باید حرفه ای باشه بچه تو فکر این هستن بچه های پاکت بیلیارد باز حرفه ای را هم توی بیلیارد شو بیارن. اکثر بچه های پاکت بیلیارد باز شیراز هستن تا اونجا که من میدونم شیراز هستن حالا ایش از چی میگن قسمت شد شیراز هم میریم فیلم برداری میکنیم چرا که نه خیلی بازیکن هست اون بچه های پاکت بیلیارد باز ساسان لشکری اینا که تو ذهنم میاد میشناسمشون مهتی راسخی علی پردل اینا بچه های خوبه پاکت بیلیارد باز حرفه ای هستن حالا سعی میکنم باشون هماهنگ کنم یا اومدن تهران یا من برم شیراز ویدیوهای خوشکلی میشه ضبط کرد that چرا که نه اوکی اون sure okay, بی, بی سی ام تی ضبط کرده بود و میگیره سالیوان چه لانگ شات تمیزی چه تصویری میگیره این کارگردان وای رکلا وای و well جلسه خطه جلسه خیلی زود سالیوان داره اختلاف و زیاد میکنه uh... 45. خب با باری ولش کن سالیوان ولش کن حالا یه اشتباهی کرده از نکن بریم بریم به سراغ فریم شیشون چهار یک سالیوان جلوه به به چه لانگ شاتی میزنه توپ توپ سختیه برای مشکی آیا پات میکنه نه خیلی دیگه چسبیده بود سفید دیگه این ریسکو نمیکنه Year out to win the world title again, which of course he did, and then won it for a fifth time to be sharp enough to win the really big events. And of course, the world championship is a slightly different kettle of fish to the mast. The BBC programme. But if O'Sullivan again, and well, he's made this tournament his own, really, hasn't he, down the years? I mean, the thing is, he's I think he realistically had to win last year to do. ببین این الان یعنی توپ شانسی اومده بالا ببین با این الان توپ شانسی اومده میتونست گیر کنه و صاف باشه توپ بعدی و قرار بگیره خب زالیوان هم ضربه خوی پای سرش نمیزنه راو براو, براو. هافکینگز یه دونه تو پیدا میکنه میز میز جذابی نیست توپ قهوه‌ای سر جاش نیست آبی اومد سر جاش میز میگم میز آسونی نیستش ببینیم که هاوکینگز از این امتیاز از این موقعیتی که به دست آورده چند امتیاز کسب میکنه ویدیو چیز رو براتون گذاشتم رابرتسون رو براتون گذاشتم 147 شو خیلی سپرایز شدم که فکر نمی کنم رابرتسون اینقدر ترفتار را داشته باشه توی استونکر ایران خیلی جالب بود این بعضی موقع سپرایز می شم میکنم می کنم مثلا یه موضوعی رو میدونم، دونم بعدی یه ها سپرایز می شم. گفتم مثل پادکست منو سپرایز کردین رابرتسون منو سپرایز کردید. دمتون گم چی بگم <applause> خدا من پاکت بیلیارده من پاکت بیلیارده این چیه تو میزنی یه از سب کنیم بچه این توپو ببینی مگه میشه همچین چیزی شوخی داره میکنه با آمون دیگه مگه داریم مگه میشم چه ببین من خودتون اخلاق منو میشناسین من اصلا ویدیو عقب نمیزنم ببین ضربه چیه دوباره زنم عقب نگاه کنین عمق مطلب براتون جا بیفته رو میز استا از اونجا با اف پات بکنی توپ هم از کشم فاصله بگیره ولی باز پات بشه یا خود خدا دوباره بی سی امتیاز هاف کینگز جلو میفته ولی توپو تقدیم سالیوان میکنه و بلا فاصله ما داریم تعریف میکنیم سالیوان میس میکنه قاعدتا این توپو که راحت میزنه اوکی؟ بریم ببینیم که زاویه خوبی میگیره نه زاویه خوبی نگیره ولی تا اونجا که تونست یه زیر بده که این قرمز رو بگیره برای پات کردن باری کلا قاعدتا یه ضربه ای به 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 چقدر قشنگ زد چقدر قشنگ بود این ضربه ولی حیف که چیزی از توش در نیومد من فکر کردم حالا من که زاویه رو درست ندیدم گفتم با سبز میخواد توپ سفید رو بندازه پشت زرد ولی سبز رو پات کرد ببین این همون فکر حرفه ای ها ولی من زاویهش هم ندیدم اینم تنظر نظر بگیرید ولی من یه چیزی به شما میگم شما یه چیز امیدوار کننده هم میخوام به شما بگم اگر در ایران شیش ماه الا یک سال تمرین درست بکنید تمرین مفید بکنید من به شما قول میدم تو بدترین حالت توی اردو تیم ملی باشید تو بدترین حالت شیش ماه تا یک سال تمرین ها تمرینی که غیر از اسنوکر هیچ چیز دیگه تو ذهنتون نباشه. ها Is he این حرفی که زدم چیه؟ وای چه سبز خوشگلی چه سبز خوشگلی چند با، 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 تمام 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 نه خیلی کارگیر داره پنج یک در فینال اچه یاد این جمله بیفتین یاد این جمله فکر کنم برای هنری سالیوان اگر روی مود باشه هیچ جنبنده‌ای روی زمین نمیتونه ببرتش از اون یه فریم هم حال داده این یادتون نیا... باشه حالا یه چیزی به شما بگم اینکه گفتی چطوری تو شیش ماه یک سال چون آمار تمرینی همه رو دارم دارم به شما میگم که میتونید با شیش ماه تا یک سال تمرین خوب به این جایگاه برسید ملی پوش بشین قشنگ ملی پوش بشین a good angle. Nope. ولی من خیلی ها رو دیدم خیلی ها رو دیدم مثلا ما باشگاه ما یه باشگاهی که اگر بیاید ببینید از چه میدونم مثال هم به شما میگم پنجا نفر تو باشگاه باشه سی و پنج نفر بازیکن خوبه یا ملی بوشه یا چه میدونم رنگ های زیر بیست ایران هن. اوکی اینی که دارم به شما میگم با آگاهی کامل میگم خیلی من پسرهای کم سن و سال, yeah, سال که دوستامون هم هستن سلام علیکم داریم میبینم تمرین میکنن ولی کارکتر کارکتر چهلا. یه ضربه پلنت خوب از سالیوان این از در چیه اون سخ کوشیه اون که تشنه قهرمان شدن تشنه بردن و من نمیبینم اینا هم به شما میگم صحبت کردم دارم به شما میگم نه که هم تو ذهنم یه قضاوتی بکنم چند تا سوال میپرسم چند تا حرف میزنم قصه میاد دستم که تو ذهن یه بازیکن چی میگذره دقیقا مثل آدم سروتمند و فقیر دیگه ذهنشون فرق میکنه مثلا چل پنجا تا میزنه خیلی خوشحاله ولی نمیدونه که یه نفر میاد صد برات میزنه به راحتی از مسابقه بیرونت میکنه بریم قیافه هافکینگز رو میبینیم که میدونه که چه پلن سختی پیش روشه برای اینکه سالیوان رو بخواد حذف کنه و خودش دستش به اون جام خوشگل مسترز برسه من بعید میدونم این سالیوان آماده بردنش کار عزت فیله براوو 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 تمام ببین چی کار داره میکنه ببین دیگه سالیوان داره از اینجا به بعد داره باشه عشق بازی میکنه من چی بگم اخو این توپای به این سختی نگاه کن اینجا رو ببین کنون شکل میگیره کنون شکل میگیره نه شکل نمیگیره شکل نمیگیره و بعد بریم به سراغ فریم هفتم شیش یک جای این جام خوشگلیش اینه که توی منزل رونی باشه البته چه لانگ شاتی چه لانگ شاتی به بابا اه... جای این جام خوشگل البته قاعدتا که حرف باید اینطوری باشه نصیب کسی بشه که قشنگتر بازی کرده و بهتر بازی کرده ولی جاش تو کلکسیون سالیوانه این معمولا بازیکن ها بعد از اینکه دیگه آخره بازیشونه همین کارهایی که سالیوان کرده رو انجام میدن اگر خیلی برند باشن مثل سالیوان که یه فروشگاه میزنن اگر که برند باشن در حد دینگ آکادمی میزنن چه آکادمیه بچه اصلا بزنید توی یوتیوب اوه اوه او یه ضربه فلوک و شانسی ولی پشتش چی نیست بزنید آکادمی دینگ اسنوکر هم بزن تهش همین ستا همین آکادمی دینگ اسنوکر همین همین ستا رو بزنید آکادمی دینگ رو براتون میاره تمام این بازیکن های چینی که دارین میبینین همینطوری مثل قارش دارن رشد میکنن و تعداد زیادی دارن از تو دل اون آکادمی دارن در میاد عکساشون رو برید ببینید تو پیج اینستاگرام دینگ رو برید ببینید آه آینده این بازیکن ها این شکلی میشه دیگه به این مربی میشن و ولی چطور میگم هد کوچ میشن یعنی مربی مثلا مربی ها میشن این با بازیکنه زیاد درگیر نیستن افرادی ها که قبول دارن رو میزنن توی اون آکادمی همون چیزی که دوست دارن رو به تو خودشون که اصلا دیگه ذهنشون زهن، نمیکشه بخوام وایسن آموزش بدن خیلی کار سختی آموزش خیلی کار سختی بریم به سراغ فریم هفتم ببینیم سالیون داره چیکار میکنه کار بدی هم نکرده هافکینگز اومده یه مسابقه بده دیگه چیکار داری میکنی آخه زشت توی فینال چیکار داری میکنی حداقل یکی دو تا فریم بده خیلی بازی یه طرف هست نمیرسه دیگه آقا زورش نمیرسه به سالیوان این دا چیکار کار داره چپ راست چپ راست پاورش همچین جون نداشت این ضربه ولی خب قاعدتا که صورتی رو میزنه در هر حالتی این قرمز جلویه همین توپ مد نظرم بود میز میزه سختی نیست برای سالیوان ببین اینجا رو ببین بچا این اگه میخوایم بدون با چه افیزه با اچ شیش زده همونطوری که آموزش به شما دادم این کیوبال رو بخورم بفهمم <تصفح> که با چه افه ای زده میشد میگم ریم از ریاکشن <تصفح> کیوبال <تصفح> که به کشن میخوره میفهمیم خب اینجا هم که فریم شد تماشاچی براش دست میزنن و دوباره همون افه با یه پاور دیگه هیچوقت اف افه روی قلیز نمیزنی چون کیوبال میاد میچسبه به کی ارزم با حضور گرامتون خوشین خب فکر نمی کنم داشته باشه دیگه درست میگم به درگمون اون نمی افته نه نه ندش اوکی هفت یک یا خدا یا خدا هفت یک بریم به سراغ فریم نو بازی یک طرفه سالیوان و هاف کینگز توی مسترز 2016 میدونم که لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکردی و داری ادامه ویدیو رو نگاه میکنی صف نباش این کار انجام بده <Polyk beatiful music> <تصح> خارجی رو دیدم <stayeen> با 150 تا یا 140 کی فالوور اومده سابسکرایب کرده لایک میکنه ویدیو رو بعد رفقای خودمون این کار انجام نمیدن نمیدونم تو ذهنتون چی میگذره یعنی غرور است نمیدونم چیه که لایک نمی نمیدونم عجیبه و جالب ویدیو رو میبینی خوشت هم میاد و این کار انجام نمیدی ما ویدیوهایی که خوشمون هم نمیاد و لایک میکنیم تو یوتیوب یه بریم به ادامه این بحث سمی و تمومش کنیم بریم به فریم نو ببینیم هاف کینگز زیر مشت و لگدای سالیوان دووم میاره آیا میتونه یه کامبکی بزنه با اینکه کارش خیلی سخته سالیوان سر حال کوکه چه ماسک خوبی هم میکنه چه ماسک جونداری هم انجام میده ولی سالیوان مسیر رو پیدا کرده اندازه سر سوزن پاور کم بود وقتی میبینه سالیوان فهمیده راش چیه و یه توپم هست دیگه نمیده دوباره بزنه نه 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 این به ما میگه با یه هافکینگز هافکینگز اسمی سخته آشفته طرفین قطعا که در دو سشن برگزار میشه زیاده باری کل باری چل. چی کار داره میکنه یکی جلو سالیوانو بگیره یکی جلو سالیوانو بگیره آه. میز چیدمانش قشنگ نیست. آبی رو قاعدتا میزنه که بیاد سر جاش یه کوچولو میز شکل بگیره. آه... بچه معمولا توپو اگر این چوب رو روی رست این شکلی پرت بکنی به خاطر اینکه به قرینه کیوبال دقیقا مرکز کیوبال ضربه نمیخوره یه همچین افعایی میگیره الان دیدیم برای صورتی وایستاد بابا آقا ببخشش آقای سالیوان آقا اشتباه کرد لانگ پات ها رو نشون میده 65 درصد لانگ پات هایی که زده پات شده سالیوان یعنی اگه 10 تا تو 6 تا و نصفی اونا که لانگ شات یا همون لانگ پات بوده انداخته خوبه عالی نیست ولی خوبه چون یارمه توی مسابقه قبلی خیلی درصدش بالاتر بود اوکی اینجا نه اون توپ آخری رو داره فکر کنم یکی توپ هم داشته باشه او اینقدر راه اومد که دیگه خودشو داشت برای زدن حالا صورتی رو میزن چند اختلاف هیچی 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 خیلی راحت هافکینگز میتونه بگیره چیزی نیستش 20 تا بود الان که اصلا کلا اسکور برگشت could have done the Thank you. نمیشه بچه باید ذهن خیلی آماده باشه ما نشستیم میگیم لنگش کن ولی What? لنگش کن که نمیشه well, که طرف شیش فریم عقبه درسته بازی کنه حرفه یه توانایی کامبک هم داره من نمیگم نمیتونه بزنه توانایی کامبک هم داره ولی کن جلوت سالیوانه شیش فریم عقبی ذهنت میزون نیست اونم به همون اندازه که تو میزون نیستی اون میزونه سخته دیگه اوکی ولی با این حال پنج امتیاز جلوه میخواد توپ آخریه رو فقط تاچ کنه باریکلا، آفرین آفرین ببین بعد نباید بخورم با هم دیگه چقدر نزدیک زد چقدر هم خوشگل وایستاد باریکلا خب اینجا شانسش هم یه تست میکنه و قطعا توپ قرمز رو داره دو تا قرمز بهش داده سالیوان اولیش بیشتر خوشش میاد بریم چطوری میاد پشت قرمز بعدی با سبز چقدر تو پر خوب میزنه سالیوان خیلی خوب میزنه مگه میشه همچین چیزی این ساعت رو فکر کنم صد سال دستش سالیوان بچه یکی از اون داستانهایی که به شما گفتم نمیدونم تمام ویدیوهای من رو دیدی یا نه گفتم با هر چیزی که دستتون هست با همون تمرین بکنید با همون هم مسابقه بدید اینا چیزهای منتالیه دارم به شما میگم اما چیزای تجربی ها هر چیزی مثلا انگوشتر دستتونه با همون انگشتر تمرین بکنید با همون انگشتر هم مسابقه بدید اگه حلقه دارین ازدواج کردین با همون حلقه تمرین بکنید با همون حلقه گم ازدواج کنه با همون حلقه مسابقه هم بدین ساعت هر چیز آویز کردنی پوشیدنی وای چه لانگ چه لانگ شاتی تمرین میکنید با همون هم بازی کنید مثل ساعت انگوشتر دستبند اوکی بازی کنید، یه زرد بی نظیر زد کنم ماسک شد آره. آره ولی نتونست که توپ سبز رو بزنه این موقعی که ساعت انگوشتر اینا موقع بازی همراهتون نباشه احساس میکنید یه چیزی کمه بابا چقدر نرم چقدر خوشگل چقدر زشت چقدر بد زد <تصاف> اوکی بریم ببینیم که ای بچه راستی چیزه اوکی هاف کینگز هم دست شپه تازه بازی خوب اسم هافکینگز رو هم و بیاریم تو جلسه قبل داشتم اسمی بردم هاف کینگز رو هاف از قلم انداختیم 18 تا رومیزه 18 تا هم اختلافشونه ها. اگر هافکینگز کینگز همه توپا رو بزنه باید سکه بنازن و بازی سر مشکی ادامه پیدا بکنه get a at this If it slows... او چه آبی خوشگلی آیا میگیره فریم از سالیوان اه... خالی صورتی رو بزنه تمومه چه سیف خوشگلی چه سیف تمیزی به 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 آفرین آفرین خب اینجا موقعیت دوبل به سالیوان میده میزنه نه همچین ریسکی نمیکنه سفید رو میفرسته پشت مشکی باید. یا خدا و بوم نه بازی رو نبرد حالا صورتی رو ببین چقدر یه سنوکر میتونه کمک بکنه او کیکه کیکه یو خدا آقا فکر کن بازیت خوب باشه از اون طرف شانس هم چاشنی کار بشه دیگه چه شود هیچی تیر خلاص آقا شب بخیر تیر خلاص و زد به آفکینگز مگه داریم مگه میشه همچین چیزی داشتم میگودم کی کرد اومد این ور کنون شد هیریکشات زد براش نه راتا خب فلاک بود زب درست شانسی این بردای این شکلی هم به بازیکان ها ابدا تو دلش با ولی کلا در ظاهر نشون میدن که آقا ما حال نداد اینطوری ببریم بریم به فریم چندوم بریم به فریم دهم ده اختلاف بیش از حد و دور از انتظار هافکینگز بازیکن خوبیه نمیدونم که چرا اینقدر اینجا میگم سالیوان خیلی آماده است سالیوان قشنگ بد آماده است بعد آماده است تا موقعی که من تعریف نکنم 26 امتیاز حاصل کل زحمات سالیوان بوده target, oh, چون موقع که ما این بازی رو نگاه میکردیم مثل الان نه یه دقیقه سرچ کنی یوتیوب برات بیاره بالا بشین نگاه کنی وا. وا. چه لانگ شاتی چه لانگ شاتی

افه و پاتو همه چی میزون <applause> تمام فریم فریم شد فریم دهم ده هم رو هم سالیوان میبره و باز نتیجه میشه چند نه یک توجه کردی نه یک یاد این جمله بیفت اگر سالیوان روی مود باشه هیچ همه رو قابلیت اینکه به هیچ ببره من به شما میگم همه همه رو به هیچ ببره داره اوکی بریم به سراغ فریم چندم بریم به سراغ فریم یازده اگر این فریم رو سالیوان ببره برنده بازی هستش و مسترز 2016 اون کاپ خوشگل شیشه ای با خودش به منزل Mi pare. Vale. بچه یه چیزی الان به ذهنم رسید کسی توی انگلیس هستش لندن که مخاطب ما باشه به من یه پیام بده میخوام یه کار باحال بکنیم بابا ولکن، ولکن، ول کن او نباید پات کنی خب مگه میشه دو وسط فینالی پسر شروع شد این فریم رو ببره سالیوان با وحشتناک اختلاف مم با بیشترین اختلاف ممکن قهرمان مسترز 2016 میشه 28 تا تا اینجا قصه میز میز خوشگلی نیست ولی خوشگلش میکنه when he takes this right 58 رو فعلا میخواد قرمز رو بزنه قصه تمام 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 قهرمان ورلد چمپیونز اسنوکر سالیوان هفتاد یک میزنه توپ قرمزو زد رو هم میزنه چند شد؟ هفتاد چار هفتاد و پنج هشتادو دو دو نمیزنه خب رفقا اینم بود از قهرمانی سالیوان توی مسترز 2016 چقدر به من چسبید چه اختلافی چه اختلافی ده یک آقا ما به کی بگیم این خدای اسنو کرده اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه ویدیوهای بازی قبل رو اگر ندیدیم میتونید برید ببینید دوستتون دارم خیلی مخلصیم تا یه برنامه دیگه عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنی پکیج آموزش تصویری بیلیارد هست که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هست که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش